توی این ویدیو میخوام در مورد همه مسائل صحبت کنم، پس منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. بذارید یکم با خبرهای کوتاه شروع بکنیم، گرم بشیم، بعد دیگه میپردازیم به قسمت‌های تحلیلی برنامه‌مون. استوری محترمانه نبیل باهویی مهاجم جدا شده پرسپولیس رو میبینید. دیشب هم اتفاقا یه پست گذاشت، یعنی دو تا کلمه کلا بیشتر از لغات فارسی بلد نبود و نوشته بود موفقیت خدا حافظ اگه اشتباه نکنم. اینم حمایت باشگاه سپاهان از سرمربی و کادر فنی تیم فوتباله. دیشبم نمیدونم دقت کرده باشید یا نه، اسماعیل حسینی گزارشگر بازی تنه و کنایه زد به جوز مورایس، گفت همه کادر فنی سپاهان حضور دارن در ورزشگاه فولادچهر، حالا آنالیز دارم میکنم پرسپولیس زباهن رو، الا جوز مورایس که نگفت اینو، ولی سرش جای دیگه گرمه. یه سری شایعات هم مطرحه که یحیی گل محمدی بیاد سرمربی سپاهان بشه، که الان این بیانیه باشگاه سپاهان همه چیزو عملا لاپوشونی میکنه. گفته که باشگاه فولاد مبارکی سپاهان با انتشار بیانیه حمایت قطعی خودش رو از سرمربی و کادر فنی تیم فوتبال سپاهان اعلام میکنه، که گفته حالا در پی شایعات مطرح شده در خصوص کادر فنی اعلام میشه که سیاست قطعی باشگاه سپاهان طبق برنامه 5 ساله تدوین شده استمرار همکاری با سرمربی محترم و کادر فنی فعلی بوده و روند اجرایی و فنی تیم فوتبال سپاهان بر اساس همین برنامه و حمایت از جوزه مورایس دنبال میشه. ببین که جوزه مورایس مربی خوبیه، کلی بازیکن جوان معرفی کرده، تردیدی نیست، ولی باید این شایعات بیرون از زمین خودش رو کنترل بکنه دیگه. سپاهان این همه هزینه کرده، این همه مهره داره، ولی خب درگیر این مشکلات بشه خیلی خوب نیست. سپاهان انصافا به نظرم تیم با کلاسیه، با کلاس فوتبال بازی میکنه و مورایس باید مراقب این رفتار باشه. دیشب علی نعمتی و محسن آذربود گفتم که تو ویدیو یه برخوردی رو با هم داشتن، این سر علی نعمتی مدافع پرسپولیس که حالا میبینید دیگه بخیه هم خورده و مرخص هم شد از بیمارستانا، که میبینید دیگه چه اتفاقاتی افتاده. بازی بعدی هم نیست علی نعمتی در مقابل فولاد. پوستر جالب فدراسیون فوتبال برای ملی پوشای فوتبال ساحلی رو میبینید که میدونم خیلی هم دوستشون دارید، علی نادری که مربی تیمه و پشتش حالا میرجلیلی و بزادپور و موحد و امیرحسین اکبری اینا همه هستن. اینو یادم رفت بهتون بگم، بعد از بازی نساجی و گلگهر که 3-0 گلگهر تونست نساجی رو شکست بده، قطعا دیدین ویدیوهاشو که ساکت الهامی واسه تنبیه شاگردای خودش آورد بازیکناشو در تهران، تو همون ورزشگاه غرب تهران هم بود، نزدیک مهرآباد بود، اومد و بازیکناشو زیر بر تنبیه کرد و دوند. حالا خیلیا میگفتن که خوب نیست، خیلیا میگفتن فیروزه کریمی امسال پیش این کارو انجام داده. حالا من میگم تو 23مین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون که لقب حرفه‌ای هم به خودش میگیره، آیا این کارا جوابه؟ حالا بگذریم. ولی آقای کوچکزاده سرپرست نساجی گفته که خبر سرماخوردگی بازیکن‌ها درست نیست و هیچ کدوم از بازیکن‌های نساجی مشکلی ندارن و دچار سرماخوردگی نشدن، همه اونا سرحال آمادن، 10% از مبالغ قرارداد کادر فنی و بازیکناش هم کسب کرد، ساکت الهامی که نشون بده شوخی با کسی نداره. مهدی طارمی هم به علت مصونیت بازی امروز پورتو برابر سانتا کلارا رو از دست داده. وریا غفوری هم در 6مین سالگرد دربی 86 که با گلزنی اون برد استقلال به پایان رسید، ویدیوی گلزنیش رو در صفحه خودش منتشر کرد. وریا غفوری نقل قول داره، نمیدونم یادتونه یا نه، تو فولاد اون موقع بازی میکرد، میگفت آقا من فوتبالیست تریبون دارم و این تریبون رو مردم به هم دادن، منو مردم بزرگ کردن، پس باید حرف دل مردم رو بزنم، باید از مشکلات مردم بگم. خیلی به نظرم به دلم نشست اون مصاحبه وریا غفوری. از استقلال بگم، چقدر جواد نکونام داره خوب نتیجه میگیره، معجزه نظم، دفاع، خشونت و جاه طلبی. یه لباس تیره، صورتی تراشیده و موهای حالت گرفته با صدایی که بخواید یا نه از صدای شما بلندتره. این هیبتیه که دیدن اون در کنار خط هنگام بازی های استقلال برای تمام بازیکن ها و مربی های لیگ تکراری شده، درست مثل سبک بازی تیم های تحت هدایت اون. استقلال تو یکی از مهمترین بازی های فصل خودش و البته یکی از بزرگترین مقاطع سامان گرفتن سرمربی جدید تو استقلال طوری سپاهان رو برد که دیگه جای حرف و حدیثی باقی نمونه. هرچند ببینید اختلاف یه گل بودا، اما کافی بود شما یه نیم فصل از مدل بازی های استقلال زیر نظر جواد رو دیده باشید تا بعد از سوپر گل روز به یقین برسید که سپاهان زور گل زدن به استقلال رو نداره و تموم این قصه با شکوه برای استقلال رو یه نفر نوشته. درست زدید، جواد نکونام.
مرد محبوب این روزای سکوهای آبی که برخلاف مقطع ابتدایی فصل گذشته این بار تو اوج قدرت و حمایت به استقلال اومد. قطعاً ساده‌ترین نوع فوتبال تو لیگ برتر ایران رو ارائه میکنه، اما تو طراحی، اجرا و پیاده‌سازی این مدل از بازی به حدی از تبحر رسیده که حداقل در قلمرو خودش تو ورزشگاه آزادی کسی جلودار اون و تیم تحت هدایتش نیست. نکونام تو این دوره از مسابقات لیگ برتر تموم سرمربیایی که در جایگاه نیمکت میهمان تو بازی با استقلال حاضر شدن رو با یه خسته نباشید جانانه بدرقه کرده. تا الان با 39 امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ردبندی جا بگیره. صدرنشینی که حاصل تحکم اون بر بازیکنای تیم و حتی کادر مدیریتی باشگاه. ببینید، حالا این نظر شخصی منه. همه صحبت‌های جواد نکونام چه بیرون از زمین، چه داخل زمین، چه تو میکسون، همش با برنامه است. همش میدونه که چی باید بگه. اصلا تو زمینم شما نگاه بکنید، اصلا استقلال یکی از حسناش جواد نکونام به همراه استقلال اینه که آقا اونا یه کارو خیلی خوب بلدن. اینکه گل بزنن میان عقب جمع میشن. قشنگ آدمو یاد کارلوس کیروش میندازه دیگه. خود جواد نکونام هم یه بار گفت که اگه به این مهم برسم که کلامو میندازم بالا و باعث افتخار منه. و اینکه میدونن چی میخوان از زمین مسابقه، اینه رمز موفقیت استقلال. نکونام تو بازی رفت برابر سپاهان تنها شکست فصلشو با پذیرش گل روی یه پنالتی که پنالتی هم نبود متحمل شد. تموم بازیکنشو با دسته نامرئی پلی استیشن در اختیار داره و به حدی روی اونا نفوذ پیدا کرده که واقعا کمتر حرکت اضافی از اونا در زمین بازی میبینی. جواد تو این فصل از نیمکت نشین کردن هیچ بازیکنی، حتی مرداد محمدی هم ابایی نداشته. بخشی از این اقتدار رو از کاریزمای ذاتی و شخصیتی خودش میگیره. بخش دیگه اون که احتمالاً دلیل غالب تو این خلق و خوئه برگرفته از تجارب کم نظیر در دوره بازیه که اونا از تموم بازیکنهای تحت اختیارش بزرگتر میکنه. واسه همین میگن مربی باید بزرگتر از فوتبالیست باشه. این از جواد نکونام. بچه‌ها دوست داشتید تا الان دکمه لایک رو بزنید. اتفاقاً امروز هم نمیدونم دیدین یا نه، جواد خیابانی در مورد این قضایای جادوگری و اینکه من خودم کلی اسناد دارم میتونم ارائه بدم به کمیته‌های قضایی نا صحبت کرده. ببینیم با هم دیگه، بد نیست بیایم در مورد پرسپولیس و حالا یه نگاه هم میندازیم به خبرهای لحظه. با من همراه باشید حتما. گروهی که من نمیخوام اسم اون گروهو بیارم چون زیادم جذاب نیست برای خود من اصلا، و از اونها کمک بگیریم که بخوایم حریفو شکست بدیم، این دیگه واقعا زشته. ما حتی در دوران فدراسیون قبلی فوتبال گفته میشد من اگر سندی ندارم الان من ارائه بدم اینجا، فقط میگم گفته میشد، شنیده های ماست که رئیس فدراسیون قبلی وابسته به همین موکلی بوده و او از طریق همین مثلا حتی در تیم ملی فوتبال کشورم هم چون این مسائل رو وارد کرده. حتی مثلا گفتن که موکلشون یا اون کسی که داره این کار رو انجام میده گفته که باید الان شماره 9 مثلا تیمتون، شماره 7 تیمتون، شماره 8 تیمتون تو بازی باشه یا نباشه. واقعا تا این حد؟ بله تا این حد بوده، در تیم های باشگاهی هم هست. من اتفاقا خیلی رفتم دنبال این که یه فیلم مستندی در این باره بسازم. خیلی هارم دعوت کردم، با خیلی هم صحبت کردم، وارد خیلی مباحث خاصی هم شدم، اما خودم احساس کردم که اصلا شاید رفتن و ورود به این داستان خودش یه جور تبلیغ این داستان باشه. به همین خاطر رها کردم و دیگه ادامه ندادم، چون احساس میکنم که درست نیست که به این جور چیزها اصلا حتی پایبندی نشان بدیم. و متاسفانه خب بعضی از مربیان هستن که اعتقاد دینیشون رو فراموش کردن، توکل به خداوند رحمان و رحیم رو توکل فراموش کردن، توکل کردن به بنده خدا، توکل کردن به کس دیگری که شاید به عقیده اونها حتی از خدا قادرتره، که نیست. الله اکبر، خدا بزرگتره، بزرگترین خداست، قادرترین خداست، تواناترین خداست. من همیشه به خیلی از ورزشکارهایی که با بعضی هاشون که صحبت کردم، حتی بعضی از اون کسانی که به قول شما ورد میخونن، جادو جنبل میکنن، با اون هم صحبت کردم، گفتم همه این قدرت لایزالی که در جهان طبیعت وجود داره و ما اسمش رو پروردگار متعال میگذاریم رو فراموش میکنید، به سراغ یک جزئی کوچک، به سراغ یک فردی کوچک، به سراغ یک حالا معذرت بخوام اینطوری میگم، به صراحت بذارید بگم، به سراغ یک کلاهبردار میرید، به سراغ یک دروغگو میرید. شما قدرت خدا رو فراموش میکنید، به قدرت بنده خدا ایمان میارید. و این کفر واقعا. و من واقعا تصور میکنم که نهادهای نظارتی باید ورود بکنن به این داستان و اجازه گسترش بیشتر رو ندن، چون واقعا گسترش پیدا کرده. داریم مربی داریم که مثلا چه میدونم آب دهان کلاغ و قاطی میکنه با نمیدونم فلان و چی و چی و چی و چی، میگه ببرید خانم صادقی، میگه ببرید بریزی رو خط دروازه تیم حریف مثلا.
از این داستان ها داریم در فوتبال، در والیبال، در بسکتبال داریم از این داستان ها. دعا میخونن مثلا توی دهانشون تیله میذارن، توی دهانشون چه میدونم یه ابزاری دارن که استفاده میکنن که مثلا طرف جور دیگه ای صحبت بکنه. از این داستان ها زیاد داریم. من خیلی عرض کردم مگه واقعا جایی بشه که بشه بازش که من حاضرم حتی بیام با اسناد و مدارک مشخصتری و متقنتری این مسئله باز بکنم. اما واقعا میخوام خواهش بکنم از مربیانی که دارن میرن به این سمت، خیلیشون هم رفتن به این سمت، خیلیشون هم رفتن و لطمه خوردن از رفتن به این سمت. ببینید شاید یک بار یه اتفاقی افتاده باشه و تیمشون به خاطر اون ورد، اون دعا، اون حالا اتفاق خاص برنده شده باشه، که شاید بگیم فقط به خاطر یک اتفاق برنده شده، نه به خاطر اینکه قدرت گرفته باشن. قدرت دست خداست، قدرت لایزال فقط پروردگار متعال. شما تمرین میکنید با تعصیب خداوند متعال، تمرین میکنید قدرت خودتون رو با توکل به خداوند رحمان و رحیم افزایش میدید، میرید توی زمین مسابقه، یه مسابقه ورزشیه، یا میبرید یا میبازید. اگر حتی ببازید هم نباید بگید خدا نخواست ما بردیم، خدا نخواست ما باختیم، خدا نخواست ما فلان شدیم. من همیشه میگم به مربیان میگم وقتی که شما میاد میگید که خدا خواست ما بردیم، حرف غلطیه. این حرفو نگید. یعنی خدا خواست دیگران ببازند؟ نه، اینطور نیست. خدا همه جا شرایط رو فراهم کرده، شما توانایی بردن رو دارید. نبردید، خدا شما رو کمک نکرده که شما ببرید و اونا ببازن. خدا به شما راه رو نشان داده که راه بردنتون استفاده از تواناییتونه، استفاده از قدرتتونه، استفاده از منطقتونه، استفاده از علمتونه. از علمتون استفاده نکردید، از دانشتون استفاده نکردید، حریفتون بهتر از شما بوده، شما باختید. پس نمیتونید بگید خدا به من لطمه زد، من باختم، خدا به او کمک کرد، او برد. خدا به من کمک کرد، من بردم، خدا به او کمک نکرد، او باخت. این غلطه، این اصلا ضد خداپرستیه. یعنی که خدا، معذرت میخوام اینطوری میگم، یه گروهی رو انتخاب میکنه، به اون گروه کمک میکنه، به یه گروه دیگه کمک نمیکنه. آرژانتینی ها هم خدا دارند، ژاپنی ها هم خدا دارند، اسپانیایی ها هم خدا دارند، ایرانی ها هم خدا دارند، عربستانی ها هم، همه خدا هم یک خداست. لا اله الا الله، یک خداست که به همه این بشر کمک میکنه تا از توانایی خودش استفاده کنه، برنده مسابقه ورزشی بشه، برنده زندگیش بشه، برنده حالا چه میدونم کارهای اقتصادیش بشه. فرقی نمیکنه، فقط مگه میدان مسابقه است؟ چون اینجور جادوگری ها، اینجور جادو جنبل ها، اینجور اتفاقات فقط هم تو مسابقات ورزشی نیست. خیلی از خانم ها، خیلی از آقایون برای خانواده خودشون دعا میکنن، چه میدونم توی بالش مثلا طرف میذارن. از این اتفاقات زیاد داریم متاسفانه. جرم بسیار سنگینی بهش میگن ماجیک، بسیار جرم سنگینه. سنگین باید اصلا، میدونید من عرض میکنم نهاد نظارتی ازشون خواهش میکنم وارد بشن. برای چی وارد بشن؟ برای اینکه بیان اصلا اینا رو بازداشت، اینا باید بازخواست بشن، اینا باید پاسخ بدن، به دادگاه کشیده بشن. اصلا به چه دلیل شما قدرت لایزال خداوند رو فراموش میکنید، به قدرت کم پست، به حقیر یک فرد، یک بنده رجوع میکنید؟ بنده ای که تازه بنده خدا هم نیست، او دیگه بنده شیطانه، او دیگه واقعا قدرت شیطانی داره برای خودش. هیچگاه خداوند رحمان و رحیم این کارو نمیکنه که بنده خودش رو مورد آزار و اذیت قرار بده و بخواد از او بخواد که با سختی و حالا این اتفاقاتی که میفته در میدان ورزشی خودش رو برنده نشان بده. این برندگی ها در درد بزرگ پرسپولیس، حمله های عجیب و بی منطق به اسمار. این روزا که پرسپولیس با سرمربی جدیدش به راهش تو لیگ برتر ادامه میده و دیروز هم دیدین 3 امتیاز از زباهان گرفت و تلاش میکنه فاصله از استقلال بیشتر نشه، برخی پیشکسوتای پرسپولیسی همچنان مرغشون یه پا داره. چی میگن؟ میگن که عثمان مربی نیست و نباید سرمربی میشد. حالا اینا لجشون هم گرفته چون خودشون دوست داشتن بیان سرمربی پرسپولیس بشن. این افراد در واقع همونایی هن که وقتی یحیی گل محمدی روی نیمکت پرسپولیس میشست با اونم مخالفت میکردن و فردا مطمئن باشید چه میدونم گواردیولا و مورینیو هم بیان بازم همین وضعیت ادامه داره. مشخص نیست این تعداد کارشناس با چه فعل و انفعالی احساس رضایت میکنن و چطوری میشه به اونایی در این احترام به کسوت فوتبالیشون تجربه تیمداری ندارن بگین چه اتفاقی باید رخ بده تا شما در نهایت احساس رضایت بکنید؟ پرسپولیس در حال حاضر باید چیکار بکنه؟ یا بعد از جدایی یحیی باید سراغ کدوم گزینه میرفت؟ از کجا مربی می آورد که شما کمی مثبت اندیش میشدین؟ مدیر پرسپولیس قطعا ایراد دارن، اما عثمان تجربه همکاری با گل محمدی رو داشت و یکی از گزینه‌های قابل استفاده تو این شرایط بحرانی بود. اگه گزینه‌های محدود امتحان پس داده داخل
داخلی روی نیمکت میشستن و نتیجه نمیگرفتن، قدیمی‌ها چی میگفتن؟ اگه یه سرمربی خارجی ناآشنا با شرایط فوتبال ایران یهو به پرسپولیس میومد و در سه دیدار پیاپی نتیجه نمیگرفت، چه بلایی سرش میآوردن؟ حمله به عثمان در شرایطی که پرسپولیس داره کارشو در لیگ انجام میده و سعی میکنه مقابل استقلال و سپاهان کم نیاره، معنایی نداره. جز اینکه گاهی وقتا شاید برخی پیشکسوتای دوست داشتنی دقت لازمو در مصاحبه ها ندارن. این ایراد بزرگو باید هر چه زودتر برطرف کنن که جای دوری هم نمیره، تیمه داره خوب نتیجه میگیره و خوب داره فوتبال بازی میکنه. دیگه این موقع نمیشه ایراد گرفت. مطمئن باشید اگه پرسپولیس استقلال بد بازی کنن، من خودم میام میگم، خودم انتقاد میکنم به نکونام، عثمان، یحیاش هم انتقاد کردم مواقعی که خوب بازی نمیکرد و فقط نتیجه میگرفت. آقا یه سرم بزنیم به عناوین روزنامه‌های ورزشی. طارمی و سردار، این کجا و آن کجا؟ معجزه اشتیاق. قیاس کرده طارمی و سردار رو که سردار الان شوق بیشتری داره واسه فوتبال بازی کردن. بیانیه روزنامه‌های کثیرالانتشار در آستانه انتخابات، رفع مشکلات در پیوند با صندوق‌های رأی که حالا من کاری ندارم، همه چیز روشنه. یحیی رفت، خریدها تکمیل شد و پرسپولیس اوج گرفت. عجی مجیلا ترجی که میگه با رفتن یحیی، البته شاید توفیق اجباری هم باشه واسه پرسپولیسیا، با رفتن یحیی الان کیف پرسپولیسیا کوکه، بازیکن میگیرن، اورونوف بیاد. البته که خود مهدی ترابی مصاحبه دیروز کرد، نمیدونم دیدین یا نه، گفت که اگه ما پول نداریم و به بازیکن‌ها و به ما پول نمیدن، چطوری میشه ما تو نقل و انتقالات جذب بازیکن داریم؟ که حالا رضا درویش هم واسه رضایت هوادارا این کارو انجام داده و دیگه نمیتونه یه تنه این همه کار انجام بده. من نمیفهمم رضا درویش 80 میلیارد تومان فقط پول بوچیدار رادوشویچو داده، یعنی تو برنامه فوتبال برتر گفت. وحید امیری هم که کلا نیم ساعت فکر می‌کنم این فصل بازی کرده، بعد از بردش اومد گفت که آقا مطالباتو بدین. خلاصه که دنبال پولن فوتبالیست جماعت دیگه، حالا این بر هیچ کس پوشیده نیست. شاگردای نکونام بازی 6 امتیازی رو بردن، این آقای مهابادی گفته و گفته که عملکرد خط دفاعی دلیل صدرنشینی استقلاله. شرایط استقلال از همه تیم‌ها بهتره، این آقای ملکیان گفته و گفته حسینی از ارکان موفقیت تیم بوده، دوتا تک به تک هم گرفت دیگه بازی با سپاهان. نگاهی به عملکرد زاهدی در نیم فصل سرخپوشی، شهاب برای پرسپولیس، لوکادیا نشد، کلا بازیکن ایرانی به گرد پای یورگن لوکادیا نمیرسن، لوکادیا و اونور مامتیام استقلالیا. یه مدت هم سپاهان نمیدونم یادتونه یا نه جوایر سوکای داشت، اونم من خیلی دوست داشتم، یا اماد رضا. کلا سپاهانیا بازیکنای خوب میارن. سه امتیاز بسیار جذابی بود. آقای برزگرد دو نقطه، پرسپولیس یه گل زد و چند گل نزد. اوضاع قرمزا از این نظر بهتره. هفت آبی پوش در آستانه محرومیت از دربی. خبر ورزشی چیا میگه؟ علی خانی ارزشمندترین بازیکن لیگ والیبال شد. نشون دادم کد تن چه کسیه. سایپا مثلا قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان شد. طاهری گفته خطیر و نکونام قهرشون رو تموم نکنن، فقط استقلال لایق قهرمانیه. حضور هوادارا به ما کمک میکنه، اینو عثمان گفته و گفته که اورونوف و حسن در بازی اولشون خوب بودن، انصافا چپ پرسپولیس خیلی خوب شد. یعنی به نظرم سعید صادقی بازی نکنه، پرسپولیس اوضاعشون خیلی بهتر هم میشه. دومین برد ارزشمند ویرا، پرسپولیس جنگ مدعیان رو داختر کرد، الان 3 امتیاز با استقلال فاصله داره. شایعه داغ در اصفهان، گل محمدی به سپاهان میره. آها این همون نکته بود که من گفتم اول ویدیو، که حالا بیانیه دادن و حمایت کرد سپاهان از اجاز مورایس و تیمش و گالمیدا و رفقاش. ایران ورزشی، آقای اصولی گفته امیر برخلاف کیروش یه مخالف هم نداره، قابلیت برگزاری بازی‌ها با وی آر رو داریم. دبیر کارگروه داور ویدیویی گفت آقا بذارید وی آر رو، با همه جای دنیا وی آر آوردن، ما هنوز اندرخم یه کوچه این کاری نداریم. به اینا برد جادویی در زمین سفت، یکیچ پرسپولیس زوبهن رو برد. دستیار رزنده سرمربی والیبال شد آقای پائز، که آقای مرادی هم گفته که پائز ولاسکوی برزیله، به حمایت همه نیاز داریم. حالا جالبه که آقا از جولیانی، توتولو، آلکشنو رسیدیم به پائز، چه میدونم الان داره تو لیگ اوکراین مربیگری میکنه، دستیار مثلا رزنده بود، نمیدونم از این داستانا، نمیدونم. حالا شمس‌آذر مثل رفسنجان بازیشون 0-0 شد. پات در قزوین، حالا تقابل تفکرات سعید دقیقی و محرم نوید کیا برنده نداشت، عنایتی بازم نبرد. پیکان صنعت نفت که تو لحظات آخر صنعت نفت موفق شد که گل تساویو بزنه. تراکتور 10 نفره هم گل میزنه، که تبریک میگم به تبریز و اصغر بابایی و حالا ترکایی که تو کانال هستن. پشت پرده غیبت های سریالی نکونام تو نشست های خبری، آتش بس موقت با خطیر، استقلال نکو شبیه چلسی کنته. آره چلسی کنته هم همینجوری بود، استفاده از تک موقعیت ها. نمیدونم یادتونه یا نه، ویکتور موزس و اونور مارکوس آلونسو چقدر کار در می آوردن، سه دفعه بود دیگه.
میگه. ابرار ورزشی چی میگه؟ انتخاب سرمربی والیبال بدون قرار قبلی. پائز برای المپیکی شدن به حمایت همگی نیاز داریم. امروز هم ورزشی تیتری زده بود که عجیب و غریب، یه درخواست عجیب و غریب کرده از والیبال ایران. آقای افشار دوست گفته کمیته فنی فقط نقطه نظر فنی خودش رو مطرح میکنه. پائز سابقه همکاری با مربی بزرگ رو در کارنامه داره. شاید اصلا نقطه عطفش رو از همینجا، شاید اصلا انگیزه لازم رو داشته باشه آقای پائز، نمیدونیم. کشف سحر و تلسم در رختکن پرسپولیس. باشگاه زبان دو نقطه پیگیری قضایی رو انجام میدیم. کربکندی هم گفته مورایس باید با بازیکنای بی‌نظم و بی‌انگیزه برخورد بکنه. درخواست پرداخت پول سانتا کلارا از طریق مطالبات باشگاه. آبیا در انتظار پاسخ فیفا. بتاش فریبا هم گفته مسیر قهرمانی استقلال ادامه داره اگه دوباره دعوا نشه. ربی گفته تموم اتفاقات بد برای ما رقم خورد. عثمان گفته زباهن رو کنترل و تاکتیکمون رو عوض کردیم. پور موسوی سرمربی استقلال هم گفته مشکل فوتبال ما نبود وی آر نیست، بلکه افراد باید تغییر بکنن. خمس دو نقطه تمومی کارهامون باید در راستای کمک به تیم باشه. دویچ هم بردن یا حالا آشتی کنون موقت هم شکل گرفتی که چون دیروز هواداره تبریزی هم میدیدم که دارن علیه پاکو خمس شعار میدن که یعنی چی؟ ما جزو مدعیان نیستیم، ما فقط قهرمانی میخوایم. چیپ گرجی که سمتیاز سخت در شب فرصت سوزی ها. روزنامه فرختگان چی میگه؟ پرسپولیس در روز رونمایی از خریدهای جدیدش و فرصت سوزی مهاجمش زباهن رو شکست داد. عثمان در فولادچر میخش رو کوبید. درویش برای راضی کردن هواداره پرسپولیس خرید کرد. چرا عثمان از نقل و انتقالات راضی نبود؟ حالا سوالیه که مطرح شده. مصطفی کارخانه گفته هنوز روزنه‌هایی برای حضور والیبال ما در المپیک وجود داره که بعید میدونم. حضور پائز در تیم ملی مؤثر خواهد بود. مطمئن باشید منفعت شخصی خود کارخانه هم هست تو این مصاحبه. ورژن یونانی گلگهر بهتر از دوران قلعه نوی و رفقا که حالا عملکرد خوبی داشتن مارینوس اوزونیدیس و دوستانش. چرا استقلال امید اول قهرمانیه و چرا نباید کار رو تموم شده بدونه؟ دوران نکوی آبیا کلی هنوز بازی است که خب یه سری از تیم‌ها واسه بقا می‌جنگن، انگیزه های زیادی دارن، پخش زنده است در مقابل استقلال بازی می‌کنن و استقلال نباید رقباش رو دست کم بگیره. اعتراض استقلالی‌ها به برنامه‌ریزی لیگ برتر. برنامه قبل از دربی رفت تکرار شد. یه مدیر استقلالی گفته سازمان لیگ فقط یه طرف توافق رو اجرا کرد که صحبت استقلالی‌هاست، جنگ روانی شاید. نگاهی فنی به جدال حساس استقلال و سپاهان. نکونام چطوری در جنگ تاکتیکی با مورایس برنده شد؟ این چپ و راست سپاهانی‌ها قفل بود، یعنی کلا جواد نکونام بسته بود سپاهان رو. روزنامه شوت تیترش پوز عالی جیب عالی، کسب امتیاز با خونریزی که اشارش با علی نعمتیه. ترابی گفته پول برای خرید بازیکن هست، برای ما نیست. سال قبل سه قهرمانی آوردیم، چرا هنوز از سال قبل بدهیای ما رو ندادن؟ سروش رفیعی هم گفته بیرو هر وقت خواستی استراحت کن. یه جورایی حمایت کرده از امیررضا رفیعی. خانم فردی گفته بازیکن 40 ساله به درد تیم ملی نمیخوره. آلیشا دلار دو سال پیش 38,000 تومان بود. از فصل گذشته طلب کاریم. ورود آفت رمالی به فوتبال. وحید امیری هم گفته هنوز طلب فصل قبل رو نگرفتم. علی نعمتی هم با 5 بخیه از بیمارستان مرخص شد. اینم از بهترین گلزنه تاریخ پرسپولیس از روی نقطه پنالتیه که علی پروین در صدر قرار داره و گبلسیانی و فرشاد پیوس هم در رده چهارم هستن مشترکن. مشتبه محرمی نمیدونم یادتون یا نه، من که یادم نیست، ولی خب فوتبالشو دیدم، گزیده ای از فوتبالشو. 17 تا پنالتی زده، از اون یلایی بوده واسه خودش. 14 هم علی منصوریان که روحش قرین آرامش باشه. بچه دوست داشتید لایک بکنید، سابسکرایب هم به من خیلی کمک میکنه، پس دریغ نکنید. دمتون گرم فعلا.